رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو ما پیوستن. آقای تقی‌زاده خوش اومدین. خب گزارش‌ها و ارزیابی‌های مقدار ضد و نقیض از روند مذاکرات برجام، ارزیابی شما چیست و چقدر آنچنان که آمریکا هشدار داده حداقل احتمال توافق تا دو هفته دیگر وجود داره؟ این احتمال رو در طول 3 ماه گذشته طرفین مذاکره و کسانی که در حاشیه طرف‌های اصلی بودن همیشه انتشار می‌دادن، ولی این مذاکرات که به نوعی شکل سهل و ممتنع به خودش گرفته همچنان دور از دسترس باقی مونده. بیم و امیدی که برای رسیدن یا نرسیدن به توافق صورت گرفته به تناوب بین طرف‌های اصلی گفتگو همیشه تکرار شده. گاهی آمریکایی‌ها ابراز امیدواری می‌کردند و همزمان جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کمتری یا ابراز ناامیدی و دشواری‌ها به ترتیب و به تناوب از یک سمت به سمت دیگری. در وضعیت فعلی هم نه بختی برای قطعی رسیدن به توافق وجود داره و نه به اصطلاح اونهایی که علاقمند به این توافق هستند خطری اون رو به صورت جدی تهدید میکنه. این قضیه سهل و ممتنع، امکان رسیدن به توافق در تمام طول 6 ماه گذشته نه تنها وجود داشته، در بخشی از بخش‌های این توافق عملی هم شده، چنان که آقای روحانی رئیس دولت قبلی جمهوری اسلامی اعلام میکرد تحریم‌ها برداشته شدند و امروز ما صحبت از صادرات 1 میلیون بشکه نفت در روز جمهوری اسلامی رو میشنویم. ولی تعهداتی که جمهوری اسلامی باید در قبال گرفتن این امتیازات بهش عمل میکرده صورت نگرفته. به هر حال وضعیت مبهم مذاکرات علارغم به خصوص امیدهایی که اخیراً جمهوری اسلامی تلویحا به اون اشاره میکنه همچنان دور از دسترس و امکان شکست مذاکرات وجود داره، برای اینکه بحران دیگری هم در منطقه و همینطور در اروپا وجود داره که سرنوشت این مذاکرات به اون گره خورده. آقای تقی‌زاده بر فرض بگیریم که توافقی حاصل بشه، به نظرتون چقدر امکان ماندگاریش وجود داره و تداومش؟ و به نظرتون آیا کشورهای غربی این توافق احتمالی رو وابسته میکنن به تغییرات سیاسی در جمهوری اسلامی یا اصلا هر نوع تغییر رفتاری؟ نه، واقعا این که در دستور مذاکرات نیست، ولی این پرسش واقعا وجود داره. توافق ناقصی که به عنوان برجام در سال 2015 به امضا رسید در اجرا نشون داد که دارای معایبی است و امروز احیای برجام که هدف آمریکا قرار گرفته نتیجه نواقصی است که برجام بر جا گذاشته بود و جمهوری اسلامی تهدید اتمیش رو تعطیل نکرده بود. تا زمانی که آقای علی خامنه‌ای در قدرت هست، همینطور که تا زمانی که پوتین در کرملین در قدرت هست، موضوع تهدیدهایی که ایران و روسیه متوجه امنیت منطقه میکنن دوام خواهد داشت و اگر یک توافق جامع صورت نگیره بستن درهای تهدید امکان پذیر نیست. وقتی بین گارباچه و آقای ریگان توافقی صورت گرفت در مورد خلع سلاح اتمی، تمام موشک‌هایی که دو طرف توافق کردن به خصوص در سمت اتحاد شوروی نابود کردن، سر اونها رو بریدن. ولی جمهوری اسلامی میگه نه، من با اینکه قابل اعتماد نیستم این سانتریفیوژها رو خارج نکنید، در اختیار من قرار بدید تا من هر زمانی که خواستم پلمب‌ها رو بشکنم و بتونم از اونها استفاده بکنم. این وضعیت مذاکرات حتی در صورت منتهی شدن به توافق تازه، توافقی خواهد بود شکننده. بله، به نظرتون چقدر احتمال داره که روسیه و آمریکا بر سر اوکراین و ایران با هم توافق کنند؟ این موضوع بعد دیگری از این حساسیت رو نشون میده. شاید تا 3 ماه پیش توافق اتمی اهمیت خبری و حساسیت بیشتری از قضیه اوکراین داشت. حالا اوکراین تبدیل به یک موضوع حاد بین المللی شده و انتخاب فصلی که روس‌ها بر سر اوکراین اروپا رو مورد تهدید قرار میدن تصادفی صورت نگرفته. ایران و روسیه دو کشور قدرتمند نفت و گاز هستند و اروپا نسبت به نیازهای گازی به روسیه احتیاج داره و جمهوری اسلامی امنیت منطقه رو با برنامه اتمیش تهدید میکنه. این دو کشور با هم رفیقن و غرب تا به حال قادر نشده که اینها رو به رقیب هم تبدیل بکنه. این یکی از هدفهای مذاکره است، ولی بدون تردید برنامه اتمی ایران بدون به انجام رسیدن نتیجه تهدیدهای کنونی روسیه در قبال اوکراین غیر قابل دسترسی است، یا لااقل دسترسی بون نیاز به یک معجزه داره. میبینیم که ارتباطات تنگاتنگ بین جمهوری اسلامی و روسیه
هر روز تکرار میشه و به همین نسبت تحرکات سیاسی در منطقه هم تشدید پیدا کرده. شما اشاره به سفر آقای نفتالی بنت به بحرین کردید و همزمان آقای اردوغان به ابوظبی میره. این تحرکات نشون میده که کشورهای منطقه‌ای هم نسبت به نتیجه تهدیدهایی که امروز در مقابل اروپا و منطقه خاورمیانه وجود داره به نتیجه قطعی نرسیدن و همچنان مشغول تحکیم خطوط متحده خودشون در این منطقه هستن. باید منتظر بمونید و ببینیم واقعا اوکراین در 48 ساعت آینده به چه سمت سوی حرکت میکنه. ممنون از توضیحاتتون آقای تقی‌زاده. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی.